سپاسگزارم از فرصتی که دادید. نکاتی بود به نظرم میخواستم خدمتتون مطرح کنم. یکی این بود که فرمودید در قانون اساسی موقعی که سوگن یاد میکنید سرسپردگی نسبت به هر کشور و هر کسی رو رد میکنید و نسبت به قانون اساسی آمریکا این سرسپردگی رو اعلام میکنه. این با اون مطلبی که فرمودید در تناقض هست یا خیر در رابطه با این که مثلا منافع کشور زادگاهتون رو فراموش کنید یا بخواید در رابطه با منافع آمریکا کار کنید؟ در این حال مطلب دیگه هم که داشتم این بود که مثلا در موارد واقعی مثل آقای اسنودن یا موارد دیگه که دولت آمریکا شهروندی یک فرد رو ازش میگیره یا موردی که در یمن با هواپیمایی بدون سرنشین یکی از شهروندانشون رو کشته یا موارد مختلفی که آمریکا به وسیله دولتش این روح قانون اساسی رو خودش نقض کرده، البته در حالت ایدئال فراموش شد، شما دقیقا صحیحه ولی در واقعیت عملگرایانش اینجوری میشه این توضیح داد. ممنون میشم. بله بسیار ممنونم که این رو گفتید. ببینید در اون سوگندی که شما میخورین در حقیقت شما دیگه به دولت گفته به شاهزاده به یک پرنس به حاکم به دولت یا حاکمیتی دیگه وفاداری ندارید. نمیگه شما به سرزمین خودتون یا به منافع ملی سرزمین خودتون وفاداری ندارید. شما انصراف میدین از اینکه وفاداری داشته باشید به یک انتیتی سیاسی دیگه، به یک موجود سیاسی دیگری به نام دولت یا حاکمیت یا به یک اقتدار سیاسی دیگری شما وفاداری ندارید، ولی هرگز به این مفهوم نیست که شما به منافع ملی کشور زادگاهتون وفادار نیستید. اصلا معنی نمیده این، هیچ کس نمیتونه این رو بخواد. و اصلا فراتر از این، شهروندی دولت آمریکا یا منافع دولت آمریکا به هیچ وجه به این مفهوم نیست که شما نمیتونید یه آدمی باشید که منافع ملی دیگران کشورها رو نخواهید. اصلا اینطوری نیست. بسیاری از آدم ها هستن اینجا که مثلا فرض کنید آدم ها که پاسیفیستن، صلح طلبن یا نمیدونم خیلی نگرش های فوق العاده چه بگم نرم و صلح طلبانه راجع به کل جهان دارن، این هم باز آمریکایی هن و باز هم خودشون رو یعنی منافع آمریکا رو، منافع ملی آمریکا رو در جهت این میدونن. من شخصا معتقدم که منافع ملی آمریکا اقتضا میکنه که منافع ملی کشورها و مردم کشورهای مختلف تأمین بشه. به همین دلیل هست که نه فقط ایران، و همین دلیل هست که من معتقدم که هر چقدر در جهان صلح بیشتر باشه منافع ملی آمریکا بیشتر تأمین شده، هر چقدر در جهان پیشرفت اقتصادی بیشتر باشه منافع ملی آمریکا بیشتر تأمین شده، هر چقدر کشورهای مختلف با همدیگه بیشتر ارتباط سازنده داشته باشن منافع ملی بیشتر تأمین شده، ثبات سیاسی در کشورهای مختلف به نفع منافع ملی آمریکاست. من منافع آمریکا رو منافع اینجوری میفهمم، نه من که هزاران نفر از جناح چپ و جناح راست در آمریکا هم اینجوری میفهمند. بنابراین منافع ملی آمریکا ممکنه در تضاد با منافع یک دولتی باشه. به نظر من منافع ملی آمریکا در تضاد با دولت ایران، در یعنی منظورم دولت ایران، دولت کنونی ایران در بخش خیلی زیادی هست، در تضاد با منافع دولت کره شمالی است، در تضاد با منافع داعش هست، اما در تضاد با منافع مردم کره شمالی نیست، در تضاد با منافع مردم خاورمیانه نیست. بنابراین بحث منافع ملی که میاد حواستون باشه که منافع ملی غیر از دولته. من به دولت ایران اون موقعی هم که شهروندش بودم سرسپاری نداشتم، ولی الان رسما من به منافع به دولت ایران سرسپاری ندارم، وفاداری ندارم، ولی هرگز به این مفهوم نیست که منافع ملی ایران بر من مهم نیست. و از قضا کسانی که میان تو تینک تنک ها کار میکنن و اصلا شهروند آمریکا نیستن، شهروند کشورهای دیگه هستن. تو این تینک تنک ها صدها فلسطینی کار میکنن، صدها اسرائیلی کار میکنن،
صدها اردنی و یمنی و عرب و چینی و ژاپنی کار میکنن، صدها آدم از شهروندان دیگه کار میکنن. آیا اینها به منافع ملی خودشون پشت کردن؟ نه، از قضا اینها آمدن در این تینک تنک ها کار میکنن، میگن که ما کشور خودمون رو چون بهتر میشناسیم و دولت آمریکا رو هم قبول داریم و میدونیم که دولت آمریکا تصمیمایی که میگیره در کشور ما یا در منطقه ما مؤثره، بنابراین ما سعی میکنیم که آنالیزهایی رو تولید بکنیم که به دولت آمریکا کمک بکنه فهم بهتری از شرایط داشته باشه، در نتیجه تصمیم گیری بهتری بکنه. بنابراین از قضا وفاداری به منافع ملی ایران میتونه یک انگیزه خوبی باشه برای یک نفر که در درون تینک تنک کار بکنه و مؤثر باشه. ببینید یه چیزی رو من بهتون بگم، صرف اینکه من بیام توی فیسبوک یا حتی به عنوان یک ژورنالیست یا حتی به عنوان استاد دانشگاه بشینم از دولت‌های غربی نقد بکنم به خاطر اشتباهاتی که میکنن، نه بخاطر، یعنی فرض کنیم اصلا حرفی که من میزنم درسته، نقدی که من میکنم درسته، اینها خیلی خوبه، ولی اعلام موضع میتونن که شما بگن آقا، یا مهمترین کاری که ممکنه بکنه اگر شما به انگلیسی بنویسید، یعنی به زبان اینا بنویسید، در رسانه های اینا بنویسید، مهمترین تأثیری که ممکنه داشته باشه تأثیر بر افکار عمومیه. خب حالا اینم حالا چیز کنیم دیگه، حالا کاری که ما ایرانی ها میکنیم و خیلی باید راجبش با احتیاط صحبت کرد، اما اگر به اثرگذاری فکر میکنید، یعنی اگر فکر میکنید که خب حالا من که معتقدم دولت آمریکا در این مسئله A یا B یا C اشتباه میکنه، من چه تأثیری میتونم داشته باشم در اصلاح این اشتباه، یا چه تأثیری میتونم داشته باشم در پیشگیری از یک اشتباه دیگه، تینک تنک جای خوبیه. تینک تنک جاییست که شما اثر میگذارید، تینک تنک چیزی که مؤثره. اینم بهتون بگم، تینک تنک به این مفهوم نیست که من که الان دارم تو واشنگتن اینستیتوت کار میکنم هر چی بنویسم فردا صبح دولت آمریکا کار میکنه عمل میکنه، نه، یعنی اثرگذاری هم به این مفهوم نیست که هر کاری الان دولت آمریکا میکنه در مورد ایران نتیجه کار 10 نفری است که تو این تینک تنک ها کار میکنن راجع به ایران، نه، اثر میگذاره، منتها ممکنه که در یک فرایند پیچیده ای باشه. تینک تنک ها یکی از جاهاییست که دولت ها اثر میپذیرن، دولت ها خودشون اطلاعات محرمانه دارن، خودشون کارشناس های خودشون رو دارن، خودشون منافع خودشون رو دارن، خیلی موقع ها این به اصطلاح توصیه هایی که از طرف تینک تنک ها میاد یک دست نیست، همونطور که گفتم تینک تنک ها یک دست نیستن، برای من این تینک تنک ها ممکنه در یک موضوع خاص 10 تا توصیه کاملا متفاوت و گاهی ضد هم بدن. دولت‌ها میشینن اینا رو بالا پایین میکنن و میبینن بر اساس اطلاعاتی که دارن، بر اساس منافعی که دارن، بر اساس توانایی‌هایی که دارن، کدوم یکی از اینها رو بهتره و اون تصمیم میگیرن، اما به هر حال تاثیرگذارن. اگر فکر میکنید به اثرگذاری، یعنی من اگر فکر میکنم به عنوان یک ایرانی چگونه میتونم برای وضع ایران از آمریکا، برای من الان آمریکام، به عنوان یک ایرانی آمریکایی شده چگونه میتونم در وضع ایران اثرگذار باشم به عنوان یک فرد، یکی از جاهایی که میتونم عمل بکنم در درون تینک تنک هست. یعنی حالا که من در آمریکا هستم، حالا که دولتی که من بهش به اصطلاح دسترسی دارم دولت آمریکاست و در ایران و مسائل ایران و مخاورمیانه یعنی اینقدر نقش داره، بنابراین من میتونم بهش کمک کنم اون چیزی رو که به نظر خودم درست هست بهش توصیه بکنم و بهش بگم که عمل بکنه. به همین دلیل هست که من همیشه ایرانی ها رو تشویق میکنم، اینها که حالا یا در به اصطلاح تحصیل کردن و در آمریکا دنبال به اصطلاح انجام کار مفیدی هستن در زمینه سیاست، خیلی تشویق میکنم که بیان در عالم تینک تنک. و البته بهتون بگم که خیلی از ایرانی ها در تینک تنک ها کار میکنن که معمولا اسمشون شناخته شده نیست، به دلیل اینکه بسیاری از اینا ممکنه فارسی اصلا بلد نباشن یا تو رسانه های فارسی مطرح نشده باشن، ولی ایرانی خیلی زیاد هست و از طیف های مختلف هم هست، یعنی هم ایرانی هایی که گرایش راست دارن، گرایش چپ دارن، بنابراین این هم هست، منتها نه به اندازه کافی و لازم، به خاطر اینکه این دنیای اصولا سیاست در غرب و به ویژه در آمریکا به نظر من برای بسیاری ناشناخته است. بسیاری که میگم منظورم الیت و نخبگان ما هست و امیدوارم که این شرایط از بین بره. یه
من سوالم در رابطه با اون قسمتی بود که همین آقای آهنگ خرد سوالشون راجع به سرزمین در واقع تعهد و علاقه به سرزمین مادری بود که جناب خلجی خیلی خوب توضیح دادن که این وابستگی به سرزمین و ملت‌ها و مردم جهان نفی نمیشه با شهروندی آمریکایی شدن، آمریکا بودن. فقط من یه سوالی در همین زمینه داشتم، اونم اینه که من دو تا نمونه عینی تو ذهنم اومد، گفتم اینا رو هم بپرسم که اگر صلاح بدونن جواب بدن روشن‌تر میکنه موضوع رو. مثلا من یادمه که این فکر میکنم دیوید میلبند بودش در چیز انگلستان، بریتانیا، که بعد از در حقیقت اتفاقات انتخاباتی که تو حزب برشون افتاد، ایشون اومدن آمریکا و شروع کردن تو آمریکا به عنوان یک فرد سیاسی فعالیت کردن و حالا الان صحبتش این هستش که ممکنه برگردن در بریتانیا. در واقع یک جور تعهد رو من دارم میبینم که هم بین دولت آمریکا دارن و دولت ایران. یا نمونه دیگه که الان من داشتم فکرش میکردم این آقای نهاوندیان بود، محمد نهاوندیان، که بعد از در حقیقت انتخابات آقای روحانی، ایشون هم که تو اتاق بازرگانی بودن و خب سالهای 7-8 سالی در امریکا بودن، شهروندی امریکا رو دارن، برگشتن ایران و رئیس دفتر اگه اشتباه نکنم آقای روحانی شدن و الان هم در سیاست ایران خب خیلی مطرح هستن. این دو نمونه رو خواستم اگه بشه اینها رو هم به عنوان نمونه عملی راجبش صحبت بکنیم که حالا این افراد اینا الان آیا به عنوان یک شهروند آمریکایی الان هنوز به سوگندشون وفادارن که رفتن با مثلا با حکومت یک کشور دیگه دارن کار میکنن؟ مرسی. یه نکته رو من بگم که راجع به آقای نهاوندیان، من مطمئن نیستم که شهروند آمریکا باشه، گرین کارت داشته احتمالاً، ولی شما از هیچ محدودیتی ندارید که شهروند آمریکا باشین و برین در کشور خودتون فعالیت سیاسی بکنین. همونطور که من گفتم قبلاً، دولت آمریکا به هیچ وجه هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت سیاسی شما خارج از آمریکا نداره و بسیاری از افراد در کشورهای مختلف شهروند آمریکا هستند و کار سیاسی میکنن یا مناسب سیاسی دارن. این که راجب عشق به سرزمین گفتین، یه نکته رو براتون بگم. جامعه ایرلندی در آمریکا معروفن به اصطلاح وطن پرستی. جو بایدن رو اگر شما به صحبتاش گوش کنین، جو بایدن خب ایرلندیه دیگه، ایرلندی الاصله، اگر به صحبتاش گوش کنیم معمولا تو صحبتاش یه اشاره داره به ایرلند که ما ایرلندی‌ها اینو میگیم، یا مثلا در مناظرهای تلویزیونی ریاست جمهوریش یک کلمه رو به کار برد و گفت مثلا ما ایرلندی ها در اینجور موقع اینو میگیم، میگیم ما ایرلندی ها، و قصه های ایرلندی میگه، از فرهنگ ایرلندی حرف میزنه. این که شما سرزمین قبلیتون رو دوست داشته باشین و بهش علاقه داشته باشین، ایرلندی ها در آمریکا یکی از یعنی مهمترین لابی بودند علیه انگلستان در آمریکا و هستن هم هنوز که منافع ایرلند رو تأمین بکنن علیه به اصطلاح ظلمی که انگلیسی ها میکردن بشون، و به عنوان آمریکایی، به عنوان جامعه ایرلندی آمریکایی این کارو میکردن و بسیار قوی هن، یعنی هم ثروتمندن هم از نظر سیاسی قوی هستن و نیرومندترین لابی ها رو در آمریکا دارن. یا مثلا لابی ارامنه در اینجا بسیار قوی هست، یعنی که شما میتونید شهروند آمریکا باشید و لابی درست کنید برای اون سرزمینه که ازش آمدید و برای اون کار بکنید و سعی کنید در تصمیم‌گیری دولت آمریکا اثر بگذارید برای اون سرزمین. و در حقیقت کاری که اینا میکنن اینه که میگن منافع آمریکا و منافع اون کشور من میتونه به یک جایی به شکلی تعریف بشه که به هم برسه، با هم تلاقی کنن. این چیزی که من اعتقاد دارم، من اعتقاد دارم که منافع ملی آمریکا و منافع ملی ایران به شکلی میتونه تعریف بشه که با هم تلاقی پیدا کنن. به نفع آمریکاست که ایران یک کشور دموکراتیک از نظر اقتصادی پیشرفته و در منطقه‌ای با ثبات باشه. از اون طرف هم به نفع ایران هست که آمریکا یک کشوری باشه که ثبات داشته باشه، دموکراسی درش بیشتر باشه و در حقیقت اقتصادش پیشرفته تر باشه. من الان سوال اون دوستمون یادم اومد. اون دوست ما پرسید که دولت آمریکا اسنودن رو
شهروندیشو گرفته یا یک شهروند رو در یمن کشته. ببینید، درست به همین دلیل هست که منافع ملی غیر از دولته، به خاطر اینکه شما میتونید از دولت انتقاد کنید به دلیل اینکه منافع ملی رو زیر پا گذاشته. درست به همین دلیل هست که دولت نمیتونه ادعا بکنه که هر کاری میکنه در خدمت منافع ملی هست و کسی حق نداره اعتراض بکنه. من به عنوان یک آمریکایی، هزاران نفر به عنوان آمریکایی مقاله نوشتن، مطلب نوشتن که دولت آمریکا قانون رو زیر پا گذاشته، یک شهروند رو در یمن کشته و این خلاف منافع ملی آمریکاست و خلاف قانون آمریکاست. دولت میتونه و انجام میده، دولت که معصوم نیست، دولت میتونه قانون رو زیر پا بگذاره، دولت میتونه تصمیمات وحشتناک بگیره. کتاب باربارا تاکمن رو بخونید لطفاً، با ترجمه بسیار خوب آقای حسن کامشاد، سیر نابخردی. سیر نابخردی داستان تصمیم گیری های احمقانه و غیر عقلانی است که دولت های مختلف از به اصطلاح جنگ ترا در یونان تا جنگ ویتنام گرفتن. اینکه دولتی دموکراتیک هست به هیچ وجه به این مفهوم نیست که مسئول از خطا هست. به همین سبب هست که شما نیاز دارید به آزادی رسانه ها، به همین سبب هست که شما نیاز دارید به آزادی بیان، به همین سبب هست که شما نیاز دارید به آزادی قلمرو و عمومی که بتونید مدام دولت رو چک بکنید، دولت رو نقد بکنید. و بر چه مبنایی ما دولت رو نقد میکنیم؟ چرا ما یعنی معیار ما برای نقد دولت چیه؟ معیار ما برای نقد سیاست‌های دولت چیه؟ منافع عمومی. اگر منافع عمومی مستقل از دولت تعریف نشه و هر چه آن خسرو کند شیرین بود، نقد دولت هم معنی نداره که فقط باید با دولت جنگ کرد. بشکنی تو حاکم نباش، من حاکم باشم. ولی باید یه معیارهای مستقل از دولت برای منافع عمومی وجود داشته باشه که ما بر اساس اون بتونیم دولت رو نقد بکنیم. و در آمریکا همچین چیزی هست و به همین دلیل هست که شما میتونید دولت آمریکا رو، در دولت قبلی دولت بوش، هزاران کتاب و مقاله و کنفرانس و میتینگ و تظاهرات و اینها برگزار شد علیه جنگ در عراق. چرا؟ چون میگفتن جنگ در عراق خلاف منافع ملی آمریکاست و دولت بوش منافع ملی آمریکا رو زیر پا گذاشته. همینطور اینا ممکنه در این شرایط، ولی در شرایطی که شما دولت رو تجسد و تبلور و به اصطلاح مجسمه حقیقی و مطلق منافع عمومی بدونید، هر موقع بخواید از منافع عمومی انتقاد به دولت انتقاد کنید میشید دشمن منافع عمومی. این که جمهوری اسلامی هر ژورنالیست، هر روزنامه نگاری رو میگیره به اتهام اقدام علیه امنیت ملی میگیره. امنیت ملی یعنی امنیت دولت، یعنی دولت ملی رو دولتی و حکومتی تعریف میکنه. تو جمهوری اسلامی ما چیزی به نام ملی نداریم. ملی یعنی حکومتی، امنیت ملی یعنی امنیت حکومت، منافع ملی یعنی منافع حکومت. ما نتونیم اگه اینا رو تفکیک کنیم، نمیتونیم به فرهنگ سیاسی یک جامعه دموکراتیک نزدیک بشیم. فرصت ما دیدیست که تمام شده. از شما سپاسگزارم و تا هفته دیگه امیدوارم که سلامت و پیروز باشید. دستم خورد رفت تو عکسات. اینا چیه داری تو موبایلت پسر؟ آره خیلی زاین. خب شمال بودیم دیگه. یکی از اینا اگه اشتباهی از دست در بره که برات بد میشه. پاکشون کن. دفعه بعدم در چنین شرایطی اصلاً موبایلتو در نیار. نه بابا باحالن. شاید خواستیم یه بار با بچه‌ها نگاهشون کنیم. بابت اینا میتونی خودتو دیگران رو به دردسر بندازی یا ببرشون رو لپتاپ، زیپ کن، یه پسورد خوبم روش بذار. داری عکس میذاری تو فیسبوک، یهو دستت میخوره اشتباهی یکی از اینا رو میذاری یا عکس یا ویدیویی که پخش شدن تصادفی آن ممکن است موجب آزار شما شود را نگیرید و اگر گرفته اید به سرعت از بین ببرید. پیشگیری در چنین مواردی بسیار کم هزینه تر از
اتفاقات بعدی است. اگر می خواهید در این باره بیشتر بدانید یا پرسش خودتان را با ما در میان بگذارید، به وبسایت تواناتک یا فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس تواناتک مراجعه کنید.